ما باشید با برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. من باهر یزدان پناه با همکارم نگار نادری با شما هستیم. حکومت جمهوری اسلامی افسار گسیخته تر از هر زمانی در تلاش برای بقای عمر خودش به سرکوب ها، بازداشت ها و اعدام بیشتر دست میزنه. ماشین اعدام این قتل عمد دولتی رو برای ترسوندن و به خونه کشوندن جوانان و مردم معترض به وضع موجود به راه انداخته و در هفته های گذشته صدها نفر رو اعدام یا در خطر اعدام قرار داده. و اکنون در همین رابطه در آستانه 20 ژوئن برابر با 30 خرداد هستیم، روزی که در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران اختصاص داده شده. در این رابطه میشنویم از پریسا پوینده، مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. خوش آمد میگم به میهمان برنامه. پریسا پوینده، ممنون از حضورتون در برنامه. پریسا پوینده، چرا 20 ژوئن، چرا این روز رو برای این موضوع اختصاص دادید؟ بله، خیلی ممنون، مرسی. من سلام میکنم خدمت شما، همکار عزیزتون و همینطور بینندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن. خب سوال بسیار خوبیه، چرا 20 ژوئن، چرا 30 خرداد و چرا این روز روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران؟ همونطور که اعلام میکنیم هر سال، ما از سالهاست داریم این رو اعلام میکنیم، گفتیم 30 خرداد رو در واقع ما به عنوان یک تاریخی مبدعی قرار دادیم، به این دلیل که برای اعلام روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، به این دلیل که 30 خرداد سال 60 یک تاریخی هست که در واقع جمهوری اسلامی اون موقع بود که با سرکوب و کشتار آزادی خواهان خودش رو تثبیت کرد، یعنی قدرت خودش رو اون موقع بود که تثبیت کرد. و 30 خرداد 88 ما به قتل رسیدن ندا آقا سلطان رو داشتیم، کشته شدن ندا آقا سلطان رو داشتیم در برابر چشمان دنیا با ضرب گلوله در بحبوهای به صلاح اعتراضات مردم در سال 88. خب این دو روز از نظر ما دو روز بسیار مهم و تاریخی در جنبش مبارزاتی مردم در ایران بود و به همین دلیل فکر کردیم که و برابر می شد با 20 ژوئن اون سالها یا 20 ژوئن اون سالها، و به همین دلیل ما این روز رو روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی اعلام کردیم. که حالا در این شرایط دیگه هستیم، در یک انقلاب عظیم و باشکوهی با یک انقلاب عظیم و باشکوهی روبرو هستیم که قطعا امسال 30 خرداد جایگاه ویژه‌ای داره و اعتراضات ما، برنامه‌های ما در دفاع از آزادی بیان، در حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون بسیار بسیار مهم و کلیدی است. ممنون. پریسا پوینده، هر سال ما شاهد این بودیم که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برنامه‌هایی رو برای این روز تدارک دیده که از سال 2010 که اعلام شده این روز به خیابان اومدیم و همینطور در سراسر کشورها سالهای بعد تا فکر میکنم تا چند سال تا قبل از کرونا به خیابان آمدیم، کنفرانس هایی داشتیم، چندین کنفرانس بوده برگزار شده و همینطور در دوران کرونا برنامه آنلاین به طور وسیعی پخش شده. میخواستم ببینم الان چه برنامه هایی رو در دست اقدام داریم. بله، همونطور که اشاره کردیم ما از سال 2010 20 ژوئن روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی رو اعلام کردیم، خیابون اومدیم. 2011 50 شهر در سراسر دنیا به خیابون اومدن و بعد از اون هم کنفرانس هایی رو در دستور کار قرار دادیم که در کشورهای اروپایی و
آمریکای شمالی کنفرانس هایی رو داشتیم و کارت پستال هایی رو به سازمان ملل پست کردیم در این رابطه و نامه های حمایتی از اتحادی های بزرگ کارگری در این رابطه دریافت کردیم و پیام های بسیار خوبی در رابطه با 20 ژوئن داشتیم. و در زمان کرونا هم همونطور که شما خودتون گفتین ما دو کنفرانس آنلاینی برگزار کردیم، بسیار بسیار کنفرانس های بین المللی و موفقی بود، به این معنا بین المللی که ما تونستیم که سازمان های دیگه در رابطه با زندانیان سیاسی کار میکنن از آمریکای جنوبی و نهادهایی مثل مادران میدان مایو رو در کنفرانس ها داشته باشید. امسال هم همونطور که گفتم ما در وضعیت بسیار بسیار در شرایط بسیار بسیار ویژه تاریخی و سیاسی داریم این روز رو برگزار میکنیم. جامعه از مبارزات داره میجوشه، جامعه از اعتصاب داره میجوشه، مرد جوانان و مردم عزم جذب کردن برای سرنگونی حکومتی که 4 دهه سرکوب کرده، زندان کرده، شکنجه کرده، اعدام کرده، همین حالا اعدام میکنه همونطور که خودتون گفتیم برای ایجاد ترس و رعب و وحشت. و میبینیم مردم خاموش نمیشن، میبینیم مردم همین حالا الان یک اتحاد و همبستگی با شکوه و بی نظیری بین خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه سال 60، مادران آبان و همینطور خانواده های کشته شده انقلاب زن زندگی آزادی و جوانانی که به چشمشون شلیک شده به وجود اومده، دیدارهاشون رو میبینیم و همبستگی بسیار تاثیرگذاری رو ازشون رو به جامعه دارن نشون میدن از خودشون که ما شاهدش هستیم. و اینها همه حمایت از این روز، از روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی رو این روز اصلا مهمتر و مؤثرتر و تاثیرگذارتر میکنه. به این معنا که ما همین حالا از 17 ژوئن اعلام کردیم تا 24 ژوئن که یک هفته رو با برنامه هامون در خیابون، با برنامه های هنری دیگه، با دادن پیام ها برای به مناسبت 20 ژوئن و مردم به 20 ژوئن یا روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی بپیوندن، چون ما بر این اعتقادیم که آزادی زندانیان سیاسی، شعار آزادی زندانیان سیاسی رو باید در این هفته تنین انداز کنیم، چون معتقدیم که آزادی بیان یکی از پایه‌های یک جامعه سالم هست، یکی از حقوق اولیه هر شهر، هر شهروند یک جامعه هست. آزادی تشکل و آزادی بی قید و شرط بیان و زندان و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی یکی از مطالبات همین امروز جامعه است. ما شاهدیم که در منشور 20 تشکل از مدنی و صنفی از ایران در حداقل مطالباتی که اعلام کردن، بند اول و دومش در رابطه با آزادی بیان و در رابطه با منع جرم انگاری و حق تشکل و همینطور آزادی زندانیان سیاسی هست. به همین معنا امسال حمایت از روز جهانی زندانیان سیاسی بسیار بسیار مهم هست. ما در هلند هم یک پنلی رو داریم که بسیار پنل از همینجا دعوت میکنم از همه عزیزان که این پنل رو دنبال بکنن، شرکت بکنن اگر در هلند تشریف دارن. بسیار بسیار پنل متنوعی هست از عزیزانی که در جنبش دادخواهی از خانواده حضور دارن، از زندانیان خانواده زندانیان سیاسی حضور دارن در این پنل و همینطور از شخصیت ها و چهرهایی که در این عرصه فعال بودن تمام سالها. و همینطور ما تلاش کردیم که بتونیم
از افراد شخصیت‌های سیاسی هلند هم در این پنل داشته باشیم. در نتیجه من دعوت می‌کنم همینجا از همه عزیزانی که در سراسر دنیا از اروپا و آمریکا تا ایران در این یک هفته صدای زندانیان سیاسی و خانواده‌هاشون باشیم علیه سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام به خیابون بیایم و این روز و با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو در سراسر جهان تنین انداز کنیم. مرسی از توضیحات کاملتون. پریسا پوینده، پس ما در این 20 ژوئن اینطوری که گفتین هم خیابان‌ها رو داریم و هم یک پنل در این رابطه. بله بله بله، من فراموش کردم این رو بگم، همین الان در 5 کشور اعلام آکسیون شده در روز 17 ژوئن، شنبه 17 ژوئن. اگر من الان درست بگم و اشتباه نکنم، ما در لندن، در استوکهلم، در مالمو، در یوتوبوری، در تورنتو الان اعلام آکسیون شده از طرف نهادهایی که بعداً اطلاعات دقیق‌ترش رو حتما منتشر خواهیم کرد و فراخوانمون این هستش که عزیزان دیگه از سازمان‌ها، احزاب، افراد و تشکل‌ها با اعلام برنامه‌هاشون در شهرهای مختلف بیندوس. بسیار عالی. از همکارم نگار نادری هم میخوام که اگر آفیش پنل رو داریم در اختیار حتما بذارن روی صفحه. و پریسا پوینده، ممنون از شما که با ما بودید از هلند. متشکرم، مرسی. تعداد بیشماری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شکنجه و خطر اعدام هستند و جونشون در خطره. از همه شما می‌خوایم که هر اطلاعی از این عزیزان دارید به آدرس‌های تماس که بر روی صفحه می‌بینید ارسال کنید. ما حتما نکات امنیتی رو برای امنیت جان شما رعایت می‌کنیم. و اما در بخش پایانی برنامه توجه شما رو به آدرس های تماسمون جلب می کنم. منتظر پیشنهادات شما در بهتر شدن برنامه خودتون هستیم. مرسی که با ما همراه بودید و تا برنامه دیگه، شب و روز در هر کجای دنیا که هستید خوش باشید.